یه نگاه نگاه سلطه تنوانه است که امریکایی‌ها دارن، یک نگاه نگاه همکاری و همگرایی و توجه به استقلال خواهی است که ملت ایران داره و دولت ایران داره. امریکا بناش اینه که هر کشوری که از او تبعیت نکنه او رو شرور میخونه و مظهر شرارت، در صورتی که امروز تو دنیا ببینید کی شرارت داره میکنه. چه کسانی در عراق میلیون ها انسان رو کشتن؟ چه کسانی در افغانستان میلیون ها انسان رو کشتن؟ چه کسانی 35,000 بچه معلول رو دست افغانی ها گذاشتن؟ چه کسانی خانه و کاشانه مردم افغانستان رو 20 سال 2 دهه ویران کردن و آخر از افغانستان خارج شدن؟ شما اگه نگاه کنید تو دنیا، تو منطقه، تو خاورمیانه، ببینید که اونی که شرارت میکنه کیست؟ اونی که تو آمریکای لاتین داره شرارت میکنه چه در واقع قدرتی است؟ آیا جز قدرت نظام سلطه است که میخواد با گروه های دست نشانده خودش کشورها رو به هم بریزه، رأی ملت ها رو مورد توجه قرار نده؟ من سخنم با اینها اینه که مگر شما دموکراسی معتقد نیستید؟ چرا مردمی که دولتی رو در ونزوئلا، در کشورهای آمریکا لاتین رو سر پا آوردن و به اون دولت رأی دادن، شما احترام به رأی مردم نمیگذارید؟ پس معلوم میشه که شرارت این کشورهایی که مستقل میخوان زندگی کنن، اینها شرارت نمیکنن. اون کسایی که دخالت میکنن و مداخله میکنن در این کشورها، اونها دارن شرارت میکنن. و به نظر من باید این وضعیت که امروز ما شاهد هستیم، یک جانبه گرایی در واقع خاتمه داده بشه و چند جانبه گرایی در عالم مورد توجه قرار بگیره و این ظلم به انسان‌ها و ظلم به حقوق انسان‌ها باید خاتمه داده بشه.